سر خط خبرها. کرونا برای مدتی هست و ما باید با وجود کرونا زندگی کنیم. فشار برای برگزاری تجمعات مذهبی در ایران با آغاز ماه رمضان. روحانی میگوید شاید مساجد در بعضی مناطق از دو هفته دیگر باز شوند. اولین گام برای بازگشت به زندگی عادی در اسپانیا. کودکان بعد از 6 هفته از خانه بیرون میآیند. شکاف در جبهه متحدان عربستان در یمن. جدایی طلبان عدن اعلام خودمختاری کردند. از لیگ فوتبال بلاروس تا بازی‌های کامپیوتری، هیچ کدام آتش شیفته کنندگان را سیراب نمی‌کند. سلام بر شما، عصر بخیر. به این بخش خبری زنده از بی بی سی در لندن خوش آمدید. من علی همدانی هستم. امروز رئیس جمهوری ایران گفته این کشور بر اساس میزان شیوع کرونا به 3 منطقه تقسیم می شود و در مناطق کم خطرتر به زودی اماکن مذهبی و مساجد بازگشایی خواهند شد. همزمان وزارت بهداشت ایران گفته که شمار مبتلایان به قربانیان و قربانیان جدید بیماری کووید 19 در ایران طی شبانه روز گذشته کمتر شده. حدود 1150 مبتلا ثبت شده و 60 نفر هم جان باختند، همه در حالی که جهان همچنان با شیوع کرونا و عواقبش دست و پنجه نرم می‌کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این ماه رمضان با همیشه فرق دارد. تنهایی این مؤذن در نپال حکایتگر دورانی است که مذهب تقدم را به سلامت داد و نماز جماعت در بیشتر کشورهای اسلامی با فاصله گذاری اجتماعی برپا شد. اما همین اندک مراسم در ایران هم برای خیلی از مذهبی ها فراهم نیست. اما فشار جریانات مذهبی به دولت برای بازگشایی مساجد و اجتماعات مذهبی فشار سنگینی است. اما این جریانات پاسخی بیشتر از آنچه امروز حسن روحانی به آنها داد نگرفتند. ما بر مبنای سفید، زرد، قرمز کشور رو تقسیم بندی میکنیم. در مناطق سفید که وزارت بهداشت درمان اعلام میکنه بگن این شهرها در این روز میتونن مساجد نور با این شرایط با این پروتکل ها باز بشه، نماز جمعه هم به همچنین. فعلا در ایران همه تابع برنامه های دولت هستند. از رهبر ایران گرفته که روز گذشته دعای مجازی برپا کرد تا این افراد که مراسم ترحیم امام جمعه سابق قم را اینگونه برگزار کردند. ولی همه مسلمانان در همه نقاط دنیا تن به این فاصله گذاری ها ندادند. اینجا در شهر هرات سخنران به این جمعیت متراکم نمازگزار میگوید خدا آمار مرگ و میر در افغانستان را پایین تر از آمار مرگ و میر اروپا و آمریکا قرار داد. آمریکا به 24 ساعت 1800 نفر میمیره. در ایتالیا به 24 ساعت 450 نفر میمیره. افغانستان از روز اول تا به امروز مرگ کرونایی و 40 نفر هم نرسیده. خیلی از مردم حرفهای رهبران سیاسی و مذهبی خود را باور می کنند. قفسه های خالی مواد ضد عفونی در آمریکا گواهی نگران کننده بر این مدعا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود شاید تزریق مواد ضد عفونی به بدن به درمان کرونا کمک کند. آمریکا بیشترین تلفات را در دنیا داشته و شهر نیویورک بیشترین تلفات را در آمریکا. اما این مانع از آن نشد که این ساکنان نیویورک با این آوازخوانی بر روی بالکن روحیه نگیرند. خیلی ها از این قرنطینه های طولانی خسته شدند. از جمله صاحبان این کسب و کارهای کوچک در آمریکا که علیه قرنطینه دست به اعتراض زدند. آنها هم از ماندن در خانه کلافه شدند. اما برای ساکنان بعضی کشورهای اروپایی کاهش مقررات هرچند اسباب هشدارهای کارشناسان بوده ولی فرصتی نیز به دست داد تا اینجا در اسپانیا بعد از 6 هفته قرنطینه کودکان از منزل خارج شوند و نفسی تازه کنند. عواقب کلافگی قرنطینه در عراق نیز با آمار دلخراش افزایش 50% خشونت‌های خانگی و خودسوزی‌ها خود را نشان داد. کمک به خیلی از اقشار آسیب پذیر شاید بتواند کمی از این تنش‌ها بکاهد. در ایران هم هدف این داوطلبان رساندن کمک‌های غذایی و اقلام مورد نیاز به اقشار محروم
دقیقاً همین است. سیاوش اردلان، بی بی سی. چند خبر کوتاه دیگر درباره کرونا. نخست وزیر بریتانیا که به کرونا مبتلا شده بود پس از بهبودی فردا به سر کار باز می‌گردد. بوریس جانسون دو هفته پیش از بخش مراقبت‌های ویژه مرخص شد. او گفته که کادر پزشکی جانش را نجات داد. یکی از اولین وظایف آقای جانسون هنگام بازگشت به کار تدوین راهبردی برای کاهش محدودیت‌های قرنطینه و احیای فعالیت اقتصادی است. عملکرد دولت او در مدیریت بحران کرونا با انتقادهای فزاینده‌ای روبرو بوده. در اسپانیا بعد از 6 هفته به کودکان اجازه داده شده تا از خانه خارج شوند، اما پارک‌ها و زمین‌های بازی همچنان بسته است. اسپانیا به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا بوده و بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین آمار رسمی مبتلایان به کرونا را دارد. تا به حال حدود 23,000 نفر در این کشور جان باختند، اما در شبانه روز گذشته کمتر از 300 نفر جانشان را از دست دادند که کمترین تعداد در یک ماه اخیر است. این کشور یکی از سخت‌ترین مقررات تردد را در میان کشورهای اروپایی به جا گذاشته. اما در ایتالیا مدرسه ها تا پایان تابستان تعطیل خواهند ماند. دولت میگوید که بازگشایی زود هنگام مدارس معلمان سالمند را در خطر ابتلا به کرونا قرار میدهد. روی کرد ایتالیا برخلاف کشورهای اروپایی دیگر است. در دانمارک بعضی از مدارس باز شدند و در آلمان و فرانسه هم قرار است به زودی همین اتفاق بیفتد. کرونا تا به حال جان بیش از 26,000 نفر را در ایتالیا گرفته. همونطور که به شما گفتم در اسپانیا اندکی از قوانین سختگیرانه ممنوعیت تردد کاسته شده. اجازه بدید که با خبرنگار ارشد بی بی سی صحبت بکنیم در مادرید، گای هچکو که از همین شهر با ماست. گای وقتت بخیر. سوال نخست من از تو اینه که آیا رگه هایی از بازگشت به زندگی عادی دیده میشه حالا در پایتخت اسپانیا؟ یقیناً یک چنین حسی هست تا حدی به نظر میاد که این لاکداون یا این قرنطینه طبیعتاً در 6 هفته اخیر خیلی خیلی جدی بوده و اسپانیا طبیعتاً با وضعیت عادی خودش خیلی خیلی متفاوت بوده. خیابون‌ها خالی بوده، فضاهای عمومی همه تعطیل شده بودند. بنابراین این واقعیت که مثلا از امروز بچه‌های زیر سن 14 سال بهشون اجازه داده شده که پا به خیابون‌ها بگذارن، اگرچه حتی برای یک ساعت در روز باشه، در حال حاضر یک ساعت در روز مجاز هستن، خب این یک تحول بزرگی برای اسپانیا به شمار میاد. این مشمول 6 میلیون کودک و خانواده‌های اونها میشه. این قدمی که برداشته شده بعد برای یک قدم بزرگی برای بازگشت به وضعیت نرمال و عادی محسوب میشه. یکی از نگرانی ها در اروپا از جمله در اسپانیا که وضعیت اقتصادی خوبی نداشته و در بحرانی طولانی مدت بوده، وضع اقتصاد بعد از کرونا است. از اقداماتی که دولت داره انجام میده برامون بگو لطفاً. این خب یک نگرانی بزرگ دولت بوده از همون زمانی که بحران شروع شد، برای اینکه فکر می‌کنم حافظه مردم خیلی آخرین بحران اقتصادی سال 2008 خیلی زنده هست در حافظه مردم. دولت یک سری تمهیداتی اندیشیده، مثلا پرداخت وام مسکن مردم رو سعی کردن که یک مدت بهش متوقفش کنن. برای خیلی از بیزنس ها، کسب و کارهای کوچک اعتبار قائل شدن، وام قائل شدن. بنابراین از اون طرف بیزنس هایی هستن که مردم رو موقتاً، کارکنانشون رو موقتاً برکنار کردن، اخراج کردن و دولت میخواد که تا حدی اون دستمزد رو از جیب خودش پرداخت کنه. و خب به هر حال تردیدی نیست که شاهد یک تغییر بزرگ اقتصادی خواهیم بود در اسپانیا. خیلی از مردم الان این احساس رو دارن که ممکن از نظر بهداشت و درمان بخش سلامت قضیه رو بهش غلبه کنن، اما اون وقت بحران بعدی، مبارزه بعدی در جنبه و بعد اقتصادی خواهد بود. این احساس مردم از اینجا. گای هچکو، خبرنگار ارشد بی بی سی در مادرید، سپاسگزارم. در خبر دیگر در مورد کرونا در افغانستان، با شناسایی 68 مورد جدید بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، شمار مبتلایان در این کشور به بیش از 1500 نفر رسیده. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه در افغانستان، در شبانه روز گذشته 3 نفر در این کشور بر اثر ابتلای کرونا جان باختند که با این حساب تعداد کل قربانیان از آغاز شیوع این بیماری در جمهوری اسلامی افغانستان تا کنون به 50 نفر رسیده. اجازه بدید که با همکارم ارشاد هنریار صحبت بکنم که از کابل با ماست. ارشاد، در مورد تازه ها درباره کرونا کمی بیشتر برامون بگو.
علی با 68 مورد که تازه در افغانستان در یک شبان روز گذشته ثبت رسیده در ولایت های غزنی، پکتیا، پکتیکا، بادغیس و چند ولایت دیگر دیده میشه که ویروس کرونا از شرق تا غرب افغانستان ریشه دوانده و مردم نگران کرده. نگرانی دولت از این است که با توجه به این که ماه رمضان هم فرا رسیده، دولت توصیه کرده بود که مردم باید تجمعات کاهش بدن، اما برگزاری نمازهای جماعت نگرانی بیشتر کرده که با تجمعات، با بیشتر شدن تجمعات، نگرانی از افزایش قربانیان ویروس کرونا هم بیشتر شود. در افغانستان ما میدانیم که تا کنون وزارت صحت اعلام کرده 207 نفر از کسانی که به کرونا مصاب شده بودند بهبود یافتند و این وزارت خوشبین هم از دیروز سخنگوی وزارت میگفت که در مقایسه با دیگر کشورها تلفات شهروندان افغانستان کمتر است. شاید یک دلیلش این باشه که شهروندان افغانستان کشور است که جمعیتش یا شهروندانش بیشتر جوانان هستند و در این بیماری مقاومت بیشتر دارند و شاید بتوانند که این بیماری را باش مقابله بکنند، اما وقتی که موفق میشن که توصیه های وزارت صحت عامه را در نظر بگیرند. دیروز وزیر مهاجرین هم اعلام کرد که 91 نفر از شهروندان افغان در کشورهای منطقه با کرونا مصاب شدند و ابراز نگرانی کرد که ما نگران هستیم که اینا چطور به ایشان رسیدگی میشه یا نه. بله ارشد، یکی از گزارش هایی که در رسانه های افغانستان، رادیو تلویزیون به ویژه من نگاه میکردم، افزایش بهای مواد خوراکی حتی کمبود بود در افغانستان. مشاهده تو چی بوده؟ دولت افغانستان، اتاقهای تجارت افغانستان هم ابراز نگرانی میکنه، اگرچه هر رئیس جمهوری گفته بود که افغانستان به هیچ صورت با قحطی مواجه نمیشه و به خاطر مبارزه با این قحطی احتمالی که مردم نگرانش است برنامه هایی دارد. اما افزایش قیمت ها، وزارت تجارت میگه که اتاقهای تجارت افغانستان اعلام میکنه که بین 20 تا 15 درصد قیمت ها افزایش یافته از زمان شیوع بیماری کرونا و در مقایسه با سال گذشته در همین موقع قیمت ها 20 درصد افزایش یافته. دلیلش هم واضح است. اتاقهای تجارت افغانستان میگه که روزانه معمولا از مرز تورخم که بیشترین اقلام افغانستان از اونجا میاد، در گذشته 1000 کامیون میامد که در روزهای در 3 ماه اخیر که روز بیروز که کرونا شیوع کرده این به 300 تا 200 کامیون کاهش یافته و این نگرانی را ایجاد کرده که قیمت ها بالا بره و حتی امیده که شاید در گذشتر آینده در روزهای نزدیک قیمت ها بیشتر از این افزایش پیدا بکنه. ما میدونیم درست. ممنونم ارشاد هنریار، خبرنگار ما از کابل، به خبرهای مرتبط با افغانستان دیرتر باز خواهیم گشت. اجازه بدید که نگاهی بندازیم دوباره به سرخط چند خبر از بی بی سی در لندن. رئیس جمهوری ایران گفته این کشور بر اساس میزان شیوع کرونا به 3 منطقه تقسیم می‌شود و در مناطق کم خطر می‌توان اماکن مذهبی را تا 2 هفته دیگر بازگشایی کرد. در ادامه برنامه، دار و ندار دنیای فوتبال در دوران شیوع کرونا. خبرها را از بی بی سی در لندن با این گزارش از افغانستان پی بگیریم. گروه طالبان دولت افغانستان را متهم کرده که به تعهداتش بر اساس توافقنامه صلح بین آمریکا و این گروه عمل نکرده. از این رو تقاضای آتش‌بس و یا کاهش حملات غیر منطقی است. در مقابل دولت افغانستان گفته که به تمام اقدامات لازم برای توقف جنگ عمل کرده، اما طالبان به کاهش خشونت‌ها پایبند نیستند. قرار بود که گفتگو بکنیم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان، اما اجازه بدید که از این خبر عبور بکنیم. دیرتر در بخش‌های دیگر خبری به آن باز خواهیم گشت. در گزارش دیگری مرتبط با ایران، بحران کرونا برای دانشجویان خارجی در خیلی از کشورهای اروپایی چالش بزرگی است. در آلمان اکثر قشرهای جامعه که با زیان‌های مالی روبرو شدن توانستن از دولت کمک مالی بگیرن، اما دانشجویان خارجی تا به حال هیچ کمک رسمی از دولت دریافت نکردند. بامداد اسماعیلی در این باره با برخی دانشجویان ایرانی در آلمان صحبت کرده. در دانشگاه‌های آلمان پرنده هم پر نمی‌زند. قرار بود که از این هفته بعد از حدود 2 ماه تعطیلی ترم تابستانی دانشگاه‌ها آغاز شود. اما حال با ادامه بحران ویروس کرونا، اکثر دانشگاه‌ها در این ترم کلاس‌های مجازی برگزار می‌کنند. سینا شکوهی 1.5 سال است که در فوپرتال آلمان است و می‌خواهد فوق دیپلم خود را در رشته برنامه‌ریزی کامپیوتر بگیرد. او تا شروع بحران کرونا برای پرداخت مخارج خود در یک رستوران زنجیره‌ای کار می‌کرد.
ما هم از این قاعده مستثنا نبودیم و خب رستوران قاعدتا بسته شد، ولی خب بعد از چند روز به علت هم بحران کرونا و هم بحرانی که خود اون شرکت داشت اعلام ورشکستگی کرد و خب همه ما بعد از چند روز و به خصوص دانشجویان در مرحله اول نامه فسخ رو دریافت کردیم و حتی همین الان حقوق ماه مرس رو هم دریافت نکردیم با اینکه تقریبا نصفش رو مشغول به کار بودیم. سینا میگوید این ماجرا برای او دو بعد مختلف داشت. اولا این بحران برای او درگیری فکری ایجاد کرد و بیشتر از آن لمس کردن مشکلات مالی را در پی داشت. مشکلی که در حال حاضر هزاران دانشجوی خارجی در آلمان با آن مواجه هستند. طلا ریاضی 5 سال است که ساکن شهر بوخوم است. او زبان و ادبیات آلمانی می‌خواند. در کنار درس در یک سالن آرایشی به عنوان طراح ناخن کار می‌کرد. من هم خب در طی همین داستان کارم رو از دست دادم و حدود 1 ماه و نیمه که هیچ گونه درآمدی نداشتم و به خاطر اینکه ما باید حتما اجاره خوابگاه رو پرداخت می‌کردیم، فکر کردیم که شاید میتونن به دانشجوها کمک بکنن و حتی من یک ایمیلی هم به مسئول خوابگاه زدم و ازشون خواهش کردم و گفتم که من در حال حاضر در شرایط پرداخت اجاره نیستم. دانشگاه بوخوم برای ما شرح داد که در حال حاضر برنامه‌ای برای کمک مالی به دانشجویان خارجی ندارد. البته تصمیمات دانشگاه‌های آلمان در این زمینه مختلف است. دانشجویان ایرانی چه در آلمان چه مشتاق به تحصیل در آلمان در حال حاضر یکی از اصلی ترین ضربات را در این بحران کرونا خوردند. اکثرا اما از دوست و آشنا توانستند کمک مالی بگیرند یا از پسندازهای خود استفاده کنند. یه قرارداد با باشگاه ورزشی داشتم، اون رو متوقف کردم که خب بهش حداقل ماهیانه چیزی پرداخت نکنم و یکم در خورد و خوراک صرف جویی میکنم و اقدام دیگه متاسفانه نمیشه انجام داد. دولت آلمان برای کمک به دانشجویان پیشنهاد وام بدون بهره داد که وزرای آموزش پرورش ایالت‌ها آن را رد کردند. حالا با بازگشایی برخی از مغازه‌ها در آلمان، تنها راه برای این دانشجویان یافتن منبع درآمد جدیدی است. بامداد اسماعیلی، بوخوم، آلمان. جدایی خواهان جنوب یمن در عدن کودتا کردند. آنها مرکز دولتی را تصرف کردند و در 5 استان جنوب یمن اعلام خودمختاری کردند. دولت در تبعید یمن که سازمان ملل به عنوان دولت قانونی این کشور به رسمیت می‌شناسد، اقدام جدایی خواهان را شورش مسلحانه اعلام کرده و هشدار داده این اقدام پیامدهای وخیمی به بار خواهد آورد که مسئول مستقیمش همین جدایی طلبانند. جزئیات در گزارش همکارم مرتضی فرهمند. جدایی خواهان جنوب در حالی دست به کودتا در عدن زده اند که عربستان سعودی آتش‌بسی را که 17 روز پیش در یمن اعلام کرده بود در ماه رمضان تمدید کرده. عدنی ها ماه رمضانشان را با سیل آغاز کردند. سیلی که در این ماه روزداری خشم شهروندان را برانگیخت. نه خشم از اینکه به جای رحمت الهی بلای آسمانی بر آنها باریده، بلکه از حکومتی که به باور آنها در رسیدگی به سیل زدگان بی اردگی نشان داد. همین بهانه خوبی برای جدایی خواهان جنوب بود که اعلام کنند اگر این دولت ارزه ندارد ما داریم. پس ریختند و دولت را بیرون کردند، قدرت را به دست گرفتند. جدایی خواهان جنوب البته پیش از این کودتا هم قدرت اصلی سلاح به دست در عدن بودند. حالا در واقع به توافقی پشت پا زده اند که پاییز گذشته در ریاض میان آنان و دولت عبدالربه منصور هادی شکل گرفت تا آنچرا که از کشور در دستشان است با هم اداره کنند. جدایی خواهان و نیروهای هادی که سازمان ملل به عنوان دولت مشروع یمن به رسمیت میشناسد در جنگ یمن در یک جبهه اند. در برابر حوثی ها، ولی عملاً هادی در ریاض است. عیدروس زبیدی، سرکرده جدایی خواهان هم در ابوظبی بود که نیروهایش در عدن کارگزاران هادی را بیرون راندند. با این حال میان عربستان سعودی و امارات که از 2 جناح درگیر حمایت می کنند، در این 1 سالی که از
درگیری علنی این دو جناح می‌گذرد، نشانه از دلخوری و شکاف دیده نشده. این گمان تقویت شده که عربستان هم از سیطره جدایی خواهان جنوب بر عدن راضی است. کشمکش تازه بر سر قدرت در یمن در حالی رخ می‌دهد که چشم‌های نگران به این کشور فقیر و جنگ زده دوخته شده که با امکانات اندکش اگر به ویروس کرونا هم دچار شود چه خواهد شد. تا کنون از یمن تنها یک مورد ابتلا به کرونا گزارش شده که آن یک نفر را هم گفتند حالش خوب شده، اما قصه کرونا هنوز تمام نشده. همانطور قصه پروغسته یمن هم گویا سر درازی دارد. مهرداد فرهمند، بی بی سی. خبرهای مرتبط با کرونا در این بولتن خبری هم هنوز تمام نشده. چند خبر دیگر از جهان در ارتباط با کرونا. شرکت‌های فروش عمده وسایل پزشکی در آلمان میگویند با کمبود ماسک مواجهند. به گفته این شرکت‌ها این کمبود به دلیل اجباری شدن استفاده از ماسک اتفاق افتاده که از فردا اعمال می‌شود. آف شتوتگارت، سومین تامین کننده وسایل پزشکی کشور، گفته مقدار زیادی ماسک در انبار داشته اما میزان تقاضا بسیار بالاست. بسیاری از ایالت‌ها در آلمان تاکید کردند که به جای ماسک می توان از شال هم استفاده کرد. در نقطه دیگری در اروپا، در فرانسه پلیس میگوید بزرگترین محموله ماسک را که برای فروش در بازار سیاه احتکار شده بود کشف و ضبط کرده. پلیس بازرگانی گفته که چندین نفر را بازداشت کرده که 140 هزار ماسک را در خانه‌ای در شمال پاریس احتکار کرده بودند. 5000 تا از این ماسک ها مخصوص مبتلایان به کرونا است. یک ماه قبل فرانسه تمام ماسک ها را به کادر پزشکی اختصاص داده بود که این اقدام باعث بالا رفتن قیمت ماسک تا 3 برابر شده بود. و در نقطه دیگر از جهان، دولت استرالیا اپلیکیشنی طراحی کرده که با استفاده از امواج بلوتوث میتواند نزدیک شدن افراد به اشخاص مبتلا به کرونا را تشخیص دهد، به شرط آنکه او هم همین نرم افزار را روی تلفن همراهش نصب کرده باشد. وزیر بهداشت استرالیا گفته که این اپلیکیشن میتواند به بازگشت شرایط عادی به کشور کمک کند. گروه‌های مدافع آزادی مدنی اما انتقاد کردند که این اپلیکیشن حریم خصوصی شهروندان را در استرالیا میتواند نقض کند. دولت تاکید میکند که فقط مقام‌های بهداشتی و درمانی می‌توانند به اطلاعات گرد آمده از طریق این نرم‌افزار دسترسی داشته باشند. یکی از دردسرهای جانبی دوران بحران کرونا این است که ما از خیلی از سرگرمی‌های همیشگی خودمون محروم شدیم. یکی از این سرگرمی‌ها تماشای مسابقه ورزشی است که در سراسر جهان میلیاردها هوادار دارد. بزرگترینشان هم طرفداران فوتبال هستند. طرفداران این ورزش بی‌صبرانه منتظر شروع مجدد بازی‌ها هستند، ولی تا آن موقع اگر می‌خواهید بدانید که در دنیای فوتبال حرفه‌ای چه می‌گذرد، این شما و این گزارش همکارم پویای شفره. در این روزگار بی فوتبالی بعضی استادیوم های خالی بیکار نبودند، مثل اولد ترافورد خانه منچستر یونایتد که برای تشکر از نظام خدمات بهداشتی بریتانیا تغییر قیافه داد. اما سوال مشترک دنیای فوتبال اینه که مسابقه ها کی از سر گرفته میشن؟ آرسنالی ها که تا اینجا فصل خوبی نداشتن و سرمربیشون هم تازه از ابتلا به کرونا حالش خوب شده، از فردا تمرین های خودشون رو شروع میکنن، البته با فاصله گذاری هایی که توصیه شده. در طرف دیگه لندن، مربیان و بازیکنان چلسی تصمیم گرفتن که از حقوقشون به صورت رسمی چیزی کم نکنن و در عوض به خیریه هایی که خودشون صلاح میدونن به صورت شخصی کمک کنن. البته تو این مدت رومن آبراموویچ مالک روس و پولدار چلسی بیکار نبوده و کمک های مالی زیادی به پرسنل نظام بهداشت و درمان بریتانیا انجام داده. این روزها اکثر فوتبالی که بازی میشه اما روی صفحه های تلویزیون و با برنامه های کامپیوتریه. ستاره های زمین فوتبال هم برای جایگزین کردن هیجان مسابقه به فوتبال الکترونیکی رو آوردن. مسابقه هایی که ممکنه در اون لیورپول منچستر سیتی رو بزنه، ولی احتمالش هم هست که وولورهمپتون قهرمان دیگه برتر انگلیس بشه. <تص->
خیلی های دیگه اما همچنان تو خونه هاشون هستن. این ویدیو باشگاه پاریس سن ژرمن برای شبکه‌های اجتماعی، از شیرین کاری کیلیان امباپه ستاره جوان ملی پوششون گرفته تا تبریک شروع ماه رمضان به مسلمان‌ها و تناب زدن در خونه برای آماده نگه داشتن شرایط فیزیکی بدن‌هاشون. کشوری که خیال طرفداران فوتبالش رو راحت کرده هلنده که طبق حکم فدراسیونش اعلام کرده مسابقه های این فصل نیمه تموم خواهند بود. نه قهرمانی اعلام میشه، نه تیمی به دسته پایین تر میره و نه تیمی به دسته بالاتر. آژاکس و آزد آلکمار مجوز لیگ قهرمانان اروپا رو گرفتن. البته این تصمیم معترضینی هم داره، مثل اوترخت تیم ششم جدول که سال آینده مجوز حضور در لیگ اروپا رو نگرفته و حالا میخواد از فدراسیون فوتبال هلند شکایت کنه. تیم کامبور هم که با 11 امتیاز اختلاف در صد جدول دسته دومه با از دست دادن فرصت صعود به دسته اول از معترضین اصلیه. به عنوان بازیکن یا مربی همیشه دوست داری که بازی رو توی زمین مسابقه بتونی ببری. از اول لیگ ما همیشه صدرنشین بودیم. متاسفانه نمیتونیم قهرمان بشیم ولی باید این شرایط رو درک کرد. در بعضی نقاط دیگه دنیا اما فوتبال همچنان در جریانه. مثل تاجیکستان که این هفته یک برد پرگل برای استقلال دوشنبه در اون ثبت شد. استقلال پشت درهای بسته این هفته کاکتوش رو 6-1 برد و حالا با 10 امتیاز از 4 بازی در صدر جدول لیگ تاجیکستانه. جایی که آب از آب تکون نخورده بلاروسه که لیگش با حضور تماشاگران برگزار میشه. 284 نفر این هفته برد 2-0 بات بوریسوف رو از نزدیک دیدن که هر دو گل مسابقش هم تماشایی بودن، ولی نه به اندازه‌ای که عاشقان فوتبال در سراسر دنیا رو سیراب کنن. اونا هنوز منتظرن که شرایط عادی بشه و هر هفته همون تیم‌ها و بازیکن‌هایی رو که میشناسن دنبال کنن. پوریا جعفره، بی بی سی. نسخه بلندتر این گزارش رو میتونید در برنامه 60 دقیقه امشب تماشا کنید و همواره میتونید برای تماشای بخش‌های خبری تلویزیون فارسی بی بی سی و مجموعه گزارش‌های ما به حساب ما در یوتیوب مراجعه کنید، youtube.com/bbcpersian. مجموعه از برنامه‌های رادیو تلویزیونی ما از طریق وبسایت تازه بی بی سی فارسی هم قابل دسترسی هستند. به bbcpersian.com بروید و دنبال صفحات رادیو و تلویزیون بگردید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما.